وما کان من المشرکین و ابراهیم از جمله مشرکان بود. ابراهیم در خانه کعبه 360 بت نمانده بود، بلکه ابراهیم بت شکن بود. ای کسایی که خدا منسوب به ابراهیم میکنین، چرا بت ها مانده؟ چرا بت ها مانده؟ پس وقتی که تو شد آلی شعار میده، قرآن چی میده؟ به موت ما شعار میده، قولو بگوین همتان آمنا بالله، ایمان آوردیم به وحدانیت الله متعال. و ما انزل الینا، آنچه که الله نازل کرده برای ما که قرآن است، و ما انزل الی ابراهیم، و آنچه که نازل شده به ابراهیم علیه السلام، به اسحاق علیه السلام، به اسماعیل علیه السلام، و اسحاق به اسحاق علیه السلام، و یعقوب و الاسباط، و حضرت یعقوب و الاسباط و خانواده و نبی رئیس خدا، به کلش ایمان آورده. این میگه پلورالیزم، کثرت‌گرایی. این طور میگه ما به کل سیستمی که از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آمده ایمان داریم. و ما اوتی موسی، و آنچه که داده شده به حضرت موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام، و ما اوتی النبیون من ربهم، و آنچه که داده شده به همه پیغمبران از طرف پروردگارشان، لا نفرق بین احد منهم، ما تفرقه نمیگذاریم در ما بین یکی از ایشان. کلش پیغمبرای خدا هستن، کلش دوستای خدا هستن، ما خدمتگارای هستن هستیم، ایمان سرش داریم، و نحن له مسلمون، و ما خاص برای الله تابعدار هستیم. پس به الله گردن گذاشتیم. آلی که چونین است، ببینی پیام، فا این آمنو به مثل ما آمنتم بهی فقد اهتدوا. فا این آمنو، اگر مسیحی، اگر یهود، اگر زردشت، اگر منافق، آمنو ایمان آوردن، چه رقم ایمان؟ به مثل ما آمنتم بهی، و مانند آنچه که شما ایمان آوردید. صحابه را میگنی؟ صحابه الگوست. حق و باطل در زندگی کی پیدا میکنیم؟ در زندگی اصحاب کرام رضوان الله علیه مجمعین. اینا قیادت هستن. او جبر و پرت بسیار زیبا مبرید. فَإِنْ آمَدُوا مِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. اگر اینها ایمان آوردن، اتو ایمانی که صحابه آوردن، به تحقیق رهیاب شدن. بس اصحاب کرام رضوان الله علیه مجمعین عجیب مردم بودن. یک تراث عجیب را به ما گذاشتن، یک سیستم بسیار عجیب و باز را به ما گذاشتن. اشتباه را هیچ وقت که از کسی صادر می شد و تعبیری که اشتباه بود یازش نمی کرد. یک روز حضرت ابو هریره رضی الله عنه و ارضا، حضرت عبدالله ابن عمر، حضرت عبدالله ابن عباس یک حدیث را روایت می کنند که ان المیت لیعذبو ببکای اهلی، همین مرده به گریان خانواده هایش تعذیب کرده می شود. این حدیث گفت. حضرت عایشه رضی الله عنها حضرت ابو هریره را خواست گفت ایجا بیا. گفت چرا رقم این حدیث می گوید؟ گفت من نمی گم که شما دروغ بسته می کنیم به پیغمبر، ولی من که برد می گم حدیث صحیح تحلیل گفت. مرده به گریان خانوادهش تعذیب می شود. میگه مرده بیچاره دیگه چی گناهگار است؟ خب نگفته که برین شما گریان بکنین. اگر بله، اگر مرده برای خانوادش بگه شما گریان پشت ما بکنین، چون امر خلاف دین است، اویز که دیگه با جوابش را بگیرد. بعد برش نشان میده، میگوید که روزی رسول ما صلی الله علیه و سلم نشسته بود، یک جنازه یهودی تیر شد، خانواده یهود گریان میکرد. پیغمبر علیه السلام گفت که اینهم یبکون، ایناخ گریان میکنن، و اینهو لیعذب، و این مرده تعذیب میشود به اعمالی که از خود کردن. فرصت برش بود ایمان نیاورد، ولی به گریان نجات پیدا نمیکنن. بنابراین تو نگون که هر کسی که گریان کشکش آمد بنابراین مایت چی میشود؟ تعذیب میشود. دقیق دقیق بودن. و ما اوتی موسی، و بگوین که ایمان آوردیم به الله و به آنچه که نازل شده به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و خانوادش، و ما اوتی و آنچه که داده شده است موسی علیه السلام را و عیسی علیه السلام را، و ما اوتی النبیون من ربهم، و آنچه که داده شده پیغمبران را از طرف پروردگارش، لا نفرق بین احد منهم، تفرقه نمیگذاریم در ما بین یکی از ایشان، و نحن له مسلمون، و خاص ما الله را تابعدار هستیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. اگر ایمان آوردن به مانند آنچه که شما ایمان آوردن، یقیناً که رهیاب شدن. و این تولو،
و اگر رو بگردانند فإنما هم فی شقاق، پس جزی نیست که اینها در مخالفت بسر میبرند. فإنما هم فی شقاق، اگر کسی چنین نکرد جزی نیست که اینها در مخالفت، در خط مخالف قرار دارند. پس تو چی میکنی؟ مخالفت از اونها رو میپذیری؟ نه، تو باید این تو بری. خدا کنه که دیگه هر کسی هر کار میکنه، یک تعداد رفتن ده دانه خدا رو بر خود جور کردن، صد دانه خدا رو بر خود جور کردن، بدعت و انحراف آوردن، تو نباید او را تایید بکنی، بلکه فقط امی سیستم را بپذیر. فسیکفیکهم الله، پس کافیست تو را خداوند متعال از اینکه تو را از شر انسانان منحرف نگاه بکنه. فسیکفیکهم الله، پس کافیست تو را الله متعال در دفع شر آنها، و هو السمیع العلیم، و او نیک شنوا و داناست. بناهن هویت را به معرفی بگیریم، خود را معرفی بکنن، چه رقم سبقت الله، اتبعو سبقت الله، پیروی بکنه رنگ خدایی را، رنگ خدایی را بپذیره، ایرا در خود جای بتین، ایرا در صورت اتبعو سبقت الله، در صورت که منصوب بخانه، پیروی بکنه رنگ خدایی را که در سیرت و روش انبیاء علیهم السلام تمثیل شده است. زندگی ابراهیم او را نمایان کرده است. یا سبقت الله، در صورت که مرفوع بخوانیم، هی سبقت الله، اینی رنگ خدایی است، نمونه ها اینی است، دیگه نمونه وجود ندارند. نمونه امی سیستم است که از حضرت ابراهیم خلیل تا به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بعد از او تا صحابه تابعین و تبع تابعین برای ما شما تعلیم داده است. و من احسن من الله سبقه، و کیست بهتر از الله سبغتن به اعتبار رنگ. رنگ خو زیاد است، رنگ قوم بده در جانت، رنگ حزب در جانت بده، رنگ سمت در جانت بده، رنگ قوم در جانت بده، هر رنگ بده. این رنگ ها رنگ هایی است که زود زائل می شود. بهترین رنگ، رنگ چیست؟ رنگ الهی، رنگ دین را در خود بزنی، سبغت الله. و من احسن من الله سبغه، و کیست بهتر از الله به اعتبار رنگ. و نحن له عابدون، ما خاص او را عبادت کنندگان، ما خاص کی را عبادت کنندگان؟ الله متعال را. آلی یک کسی همین پیام را نمی پذیرد، همین پیام را نمی پذیرد، از یک طرف می کند درست در رنگ خودی، و یک طرف باز رنگ های قوم و نژاد و سمتی چیزا راست داستا هایی کرد، چخچخ میکنه، یکی افغان ملت میشه، یکی دیگه بلا میشه، صحیح شد نیم، یک ریشخنده جور کردیم، یک با مسلمان نمیزیم، با مسلمان لا اله الا الله محمد رسول الله. اترک هذه نتن، این مسائل بدبوی قوم و نژاد و سمت را اوزو پرتین، این به خیرتان نیست. من دعا الى العصبیه فلیس منا، کسی که به قومگرایی و نژادگرایی و سمتگرایی و حزبگرایی دعوت میکنه از ما نیست. این مردم ختم هستند، یه از بجور بزرگ خود در اسلام میچسبانن، نفهمیدین؟ همین کسایی که به قوم و به نژاد و به سمت دعوت میکنن و ایره دفاع میکنن و ایره شب چرب زبانی میکنن، یا مسلمان نیستن. اگرچه لا اله الا الله محمد رسول الله میگه، اگرچه نماز میخوان، اگرچه روزه میگن، زیرا پیغمبر علیه السلام چی گفت؟ من دعا الى العصبیه فلیس منا، بس کسی که به قومگرایی دعوت شروع کرد از ما نیست. و ان صلا و صام، اگر نمازم بخون روزم بگیر. اما مهم چی است؟ مهم لا اله الا الله، صبغت الله، رنگ خدایی. و من احسن من الله صبغه، از الله که دکی در رنگ بهتر تر است؟ هیچ کس. حالا اگر کسی محاجه شروع میکنه چی میگن؟ ولی اصلا ما مظلوم قرار گرفتیم دیگهش، میگه سرمایه تو ظلم شد، همی چتیات که همی احزاب رادیکال و ریشخند که تمام روز مردم را فریب میده، تلویزیون های مبتذلی که به می قومگرایی نفاق و چیزا دامن میزنن، میگه کسی در این بار شرکت شما جنجال شروع میکنن، قومگرایی و سمگرایی چیزا را شروع میکنن، قل اتحاجون نافی الله، بگو های مکابره میکنید با ما در باب خدا، در باب خدا، در باب سیستمی که الله با ما دیده او که ما جنجال شروع کردی، محاجه میکنی، دلیل میگویی. و هو ربنا و ربکم، در حالی که پروردگار ما هم از پروردگار تو هم است. ولنا اعمالنا و لکم اعمالکم، برای شما نتیجه کردار شماست و برای ما نتیجه کردار خود ماست. و نحن له مخلصون، ولی یک تفاوت وجود داره، و نحن له و ما او را مخلصون، اخلاص
کنندگانه. ما فقط برای از او چی هستیم؟ ما به اخلاص پرستندگان الله هستیم. دیگه در این سیستم دیگه کسا جای نمیده، فقط فرق میست. برای ما این قوم و سمت و زبانت هیچ ارزش ندارد، برای ما این ارزش دارد که چگونه الله ما را میپذیرد. صحیح شد؟ به ما این ارزش دارد. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانو هدن و نصارا؟ ولی اقتداد از چی؟ از القاب تاریخ استفاده سو می کند. هر کس به این تاریخ را می خواهد به طرف خود کشف بکند، این اجازه به کس ندهیم. آیا می گویند که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و خانواده مبارک از اینها کانو بودن هدن و نصارا؟ یهود و نصارا بودن، در حالی که یهود و نصارا پسند پیدا شده 4000 سال پیش یا بودن. این نصرانیت و این مسیحیت خب پسند پیدا شده. قل انتم اعلم ام الله؟ بگو شما خوب تر میدانی یا الله متعال؟ الله متعال بهتر میداند. بنان الله خوب تر میدانه که یا پیش بودن. این تعصب ها و این چیزا را شما نو کشیدین. و من اظلم و کسم ستمگارتر ممن از او انسانی که کتم شهادت عنده من الله؟ کی ستمگارتر از آن کسی که بپوشد آن گواهی را که نزدیک اوست از جانب الله متعال؟ از او انسان که ستمگارتر است که کعبه یکی باشد، کتاب تم یکی باشد، الله تم یکی باشد، پیغمبر تم یکی باشد، مذهب تم یکی باشد، باز یکی دیگر سری قلخانی کرده برین؟ عجیب نیست؟ دشمن هم که میاید از یک سر میزنه تا صحیح شده قصید نیست، هر کسی که زد میزنن و تا امروز هم هستیم. باز دیگه شروع بکنیم که اوی کی شد ما کی شد، فقر هم در خانه کل مداخل شده، بیتفاقی هم در خانه کل مداخل شد. از برای خدا این انسان های کثیف و مرده را نگذارین، اینا را بگن که بسیر ما دین است. اگر دین ما را نسازه دیگه چیز ما را ساخته نمیتونه، هیچ چیز دیگه ساخته نمیتونه. و ما الله بغافل اما تعملون، و نیست الله متعال بی خبر از آن چی که میکنید، از آن چی که میکنید الله بی خبر نیست. باز گپ خلاص میکنه، تلک امتون قد خلت، این گروهی است که در گذشت، این گروهی است که در گذشت. قبلا گفت که تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسالون عما کانوا یعملون، در حقی که بود ابراهیم و اسماعیل و اینا بود. آلی باز گفت که فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ صحابه تابعین و تب تابعین را داخل کرد. بر مالی میگه که تلک امتون، اونا هم گذشتن، نه آلی صحابی مانده نه تابعی مانده نه تب تابعی مانده، ولی تاریخ زرینشون را گذشتن. تلک امتون قد خلد، امتی بود که در گذشت. لها ما کسبت، اونها را بود آنچه که به دست آوردن، به دست آوردن. ولکم ما کسبتم، برای شما هم است آنچه که به دست آوردید. شما اونا رفتن ماندن، شما میرین یه چیز از خود نمیمانی. ولا تسالون عما کانوا یعملون، ولی بر ما میگه که ولا تسالون، ببین که پرسیده نمیشوید از آن کارهایی که اونها کردن. یک نفر میخواد چی میگه؟ میره در جان حضرت معاویه رضی الله عنه، ولا این تو کرد، ولا این تو کردی، جنگ شد، جنگ جمال چطور شد، جنگ فلانه چطور شد، جنگ حضرت حسین چطور شد، امیر المقال که در رئیس نگه. ای برادر گرام، امو جنگ ها را اول تو نمیفهمی، دوم امیر که فهمیدید نتیجه تو چی؟ نتیجه هم قصد که جنگ خوب نیست، صحیح شد؟ خوب نیست. ولی آل تو چی کار استی؟ تو به مخورترین یا مردم رسیده میتونی؟ یک پاشای ما خدا برابر کرده میتونه که هارون رشید؟ نمیتونه برابر بکنه، زیرا هارون رشید نشسته بود امپراتوری روم برش نوشته که دیگه ما باج نمیتون، در پشت ورق برش نوشته که الی کلب روم سترا، با سگ روم میبینی؟ اجاره ده میبینن؟ پشت سرش برش نوشته کرد سگ روم میبینی. دو روز بعد ماسرش کرد، گفت آلی دو چند باید تاوان بپردازی، دو چند بیده تو چود ما را تهدید میکن. آلی این پاشا میخواد سر هارون رشید گپ میزند؟ امکان نداره دیگه، ما خود انتو مردم هستیم، ما میخوایم سر حضرت معاویه گپ بزنیم. معاویه ای که 3000 کشتی
با قدرت مسلح مجاهدین از حریم امت اسلامی دفاع میکرد. ولی از ما آمده دیگر رو ما را نگاه میکنه. ما سر حضرت معاویه گفت بزد، معاویه که در قرطبه رفت، معاویه که در سرحدات چین رفت، معاویه که این طرف امپراتوری بزرگی در آفریقا ساخت. ما بسیار فرق میکنه، بسیار کوچک هستیم. اینان آخر صحابه بودن، انسان بودن، غلطی هم داشتن، اشتباه هم داشتن. خب اشتباهات ما از اینا بسیار فرق میکنن. و دوم الله متعال اونا را محاسبه میکنن، خوب و بد پیش الله هست. تو فعلا چی هستی؟ ایمانت یک بار سعی کن، قدرتت یک بار سعی کن، در خانه خودت فرمانت نمیچلن، این قذافت هست. تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. پرسیده نمیشد از آن چی که ایشان میکردن، ازی پرسیده نمیشد. آلی رب العالمین برای ما شما یک پیام دیگه میده که باز مسیر میده برای تجدید حیات ما، برای رفتن به راه ما. ضرورت باز به یک مرجعیت داریم که او ما را با چی میکنن؟ باز با هم نزدیک میکنن. باز آمدیم در مسجد. چرا من روز اول بر شما عرض کرده بودم، گفتم قرآن کریم در اینجا که شروع میکنیم مرضا را که میگه نسخه علاج میده، نسخه علاج همیشه شما در مسجد میبینه. بیره یاداشت بده. آلی بازم گفت صحیح شد نی؟ باز به مسجد میکشانیده، باز رابطه دیجا تنظیم میکنه، دیگه جایی نیست. سیقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. سيقول زود است و زودی میگویند بخردان از بعضی از مردم، ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها. چی چیز با داشت این مسلمانان را از اینکه تغییر بدن مسیر خود را در قبله؟ بگو مر الله راست مشرق و مغرب، هدایت میکنه کسی را که بخواهد برای مستقیم. سيقول سین برای استقبال است و فعل مضاری به حال خودش، یعنی به طور پیشگویی پیش از اینکه تحویل صورت بگیرد رب العالمین امون خبص کفار را برجسته می سازد، خبص یهود و نصارا را برجسته می سازد. از نشانی های پیغمبر آخر زمان امی بود که یک مرحله به بیت المقدس نماز می خواند، مرحله دوم و کعبه مکرمه نماز میخواند. بنان این از نشانی ها بود پیش از اینکه تحویل صورت بگیرد رب العالمین چی میکنند؟ دفع میکنند تبلیغات را. و ما عرض کرده بودیم که هرگاه مسلمان ها حریم تبلیغاتی را نگاه بکنند که کس را نگذارد که وارد شود، بعد از او به طرف کامیابی میرند. چون شکست اصلی ما از کجاست؟ ما هم اخبار خود را از دیگران میگیریم که اونا دشمن ما هستن، از خود ما چینلا نداریم که اخبار را با ما بدهد، واقعیت ها را با ما انتقال بدهد، از خود ما نیست. چون از خود ما نیست، خیلی گفت از کیست؟ گفت از کسی است که از تو نیست. گفت اصلی اینجاست. هرگاه گفتان از خودتان شد بعد ازش ما قوی میشه، هرگاه گفتان از دیگران بود قضاوتتان برای دیگران است. ولی گفت ما از ماست، چینل ها از ماست، اخبار از ماست، میدیا از ماست، هیچ چیز هم از ما نیست. چون از ما نیست همیشه واقعیت ها را ما نمیفهمیم، دیگرها که رقم تمثیل به ما کرد اما تو قبولش میکنیم. گاهی به دوستای خود به دشمن فکر میکنیم، گاهی دشمن خود دوست فکر میکنیم. چرا در این خانه این تو ششتیم؟ هر کس که بیرون گفت میگم صحیست، در بیرون ما خبر نداریم که ملامت کی، سلامت کی، چی هست. از این خاطر رب العالمین بسیاری قضیه را تثبیت میکنه در سوره مبارکه بقره به اشکال مختلف که این تبلیغات باید بگیرن، راه های تبلیغات باید استفاده شود. پیش از اینکه تحویل قبله بدهد میگه سیقول السفها، زود خواهند گفت بخردان من الناس از بعض مردم، ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها. چی چیز وادار کرد ایشان را از اینکه برگردانند روی خود را از قبله ای که به سوی از او نماز میخوان؟ تا تحویل صورت نگرفتند ولی میخواد تبلیغات بند بکنه. جامعه را آماده برای تغییر میکند، آماده برای پذیرش. قل بگو لله المشرق والمغرب، مر الله راست مشرق و مغرب
یهدی من یشاء الى صراط مستقیم، هدایت میکنه کسی را که بخواهد به راه مستقیم. نظر دو، سین به خاطر تأکید و فعل مضارع به ماضی ترجمه شود ولی به مستقبل تعمیل میکنه، وجود اعتراض را در آینده هم تسجیل میکنه. وجود اعتراض را در آینده تسجیل میکنه. در تعبیر قبلی چی بود؟ وجود اعتراض را چی میکند؟ پیش از پیش دفع کرده. آلی چی میکند؟ میگه این تبلیغات بعدا هم ادامه خواهد داشت، شما در قصهش نشوید. چه عجیب تعبیر نیست؟ قرآن کریم میگه این زبان عربی اینطور است، این نمیشود که در زبانهای دیگه ای رقم بگیریم. دک سیقولو، دو تعبیر، یک پیش از پیش بند میکند، یکی میگه این تبلیغات وجود دارد در برد ننداست. پس بنابراین میگه وجود اعتراض را در آینده هم تثبیت میکند. آیه بعد تا آیه 144 رابطه به همین قضیه پیش میشود. سیقول السفهاء، زود خواهند گفت در آینده هم بیخردانی از مردم، چی چیز وادار کردی مسلمان ها را که تغییر خورد کعبه قبله از بیت المقدس به طرف کعبه؟ و چی میگن؟ اگر می بیت المقدس می بود خویل خوبش میتنه یهود هم کتی ما یک جا این فلسفه گویید شروع میکنم. اگر خدا نخواسته می بود می گرم بیخ مامون برامد 2 میلیارد مسلمان نقه بیغیرد شد که مرکز چی خدا گرفته نمیتونن، قبله خدا گرفته نمیتونن. قل بقول لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك امنت جعلنا غردانيدم جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اساسا میبینید که قیادت را بالا میبرد، ظرفیت مؤمن را مسلمان را با معرفی میگیرد که خونكم وكذلك همین طور که ابراهیم را قیادت داریم، اسماعیل را قیادت داریم، اثبات را قیادت داریم، اینها را در تاریخ به عنوان بزرگترین مردمی که الگو باید گرفته شود از پیشش، و کذالک همین رقم شما را ساخته. سبحان الله. امین تر شما را ساختیم امتن گروهی وسطن مختار، شما را گروهی مختار قرار دادیم. لتکون شهداء علی الناس، تا به مردم گواه باشید. و یکون الرسول علیکم شهیدا، پیغمبر بر بالای شما گواه باشد. وسط به معنای میانه است، افراط و تفرید نیست. وسط به معنای معتدل، اعتدال در همه برنامه ها، هم در زندگی شخصیت، هم در زندگی اقتصادیت، هم در سیاستت، هم در روش خانوادیت، در کلش، در کلش. و کذالک همتو که اون مردم را اختیار کردیم، شما را هم گردانیدیم امتن وسطن، امتو گروه مختار معتدل میانه. چرا؟ لتکونو شهدا علی الناس، تا شما در اقوالتان در افعالتان گواه باشید بر مردم، به مردم گواه باشید، سخنتان بر مردم حجت باشد، تعبیرتان به مردم حجت باشد، دیگرا غلطی خود را در مابین شما ببینند. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و باشد پیغمبر بار بالای شما گواه. سبحان الله.
رسول، چه کسی پیروی میکنه پیغمبر را؟ ممن از او انسانی که ینقلب و علی عقبیه، که برمیگردد با پاشنه های پایش، کی مرتجی میشود. ما تحویل قبله را به خاطر ازی قرار دادیم که فرصت بتیم که کی دروگوی است کی راستگوی است. پس امتحان شد. ابراهیم علیه السلام را الله امتحان کرد نیم؟ ابراهیم را امتحان کرد. امت اسلامی را الله امتحان میکند. و ارگاه اطاعت وجود داشت، اهداف به دست میاد. ارگاه اطاعت از مردم گرفته شد، اطاعت اهداف به دست نمیاد. شیرازی که اصحاب پیغمبر ما علیه السلام اینا جایگاه داشتن، بسیار مطیع بودن. یک عالم نوشته کردم در زندگی اصحاب پیغمبر، میگه چنان از رسول علیه السلام صحابه اطاعت میکرد مثل که دست از ما اطاعت میکند. یعنی دست چطور از تو اطاعت میکند فکر کن دیگه. صحابه پیغمبر اما تو اطاعت میکردن. بنابراین چون اطاعتشان قوی بود، این تحول ایش در زندگیشان چونی چرا نداشت. در نماز ایستادند، نماز میخوانند. مرد آمد برش گفت که الله متعال برای پیغمبر علیه السلام دستور داد که نماز را به طرف مکه بخوانید. در مابین نماز ترقی کرد، تحویل می شود. در مابین نماز اطاعت خود می بین در کجاست. مسجد داریم به نام قبلتین در مکه که برویم، مس قبلتین. اونو تاریخ به ما یاد میده که صحابه آنقدر مطیع بودن که خبر برش داده شد که پیغمبر علیه السلام مأمور شده که به طرف مکه نماز بخونن، جای به جای برگشتن در همون نماز، بس اون طرف رو آورد. اونو اطاعت بود که بس پیش رفتن. در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله عنه، یک جوان بچه است عروسی نو کرده بود، حضرت عمر خواستش که ولی مدائن استی برو. جوان است یک رقم دید که نه عروسی کردیم، یک روز دو روز نمیشه. گفت عروسی تمام رایت بر صاحب. گفت روز شد رفت. یک روز دو روز عروسی شده بود، عروسی خود امراهش برد، دیگه دلیل نبود. در مدائن رفت، حضرت عمر رضی الله عنه 1000 دینار را پشتش راهی کرد، به کسی گفت. یه عجیب امیر بود. گفت را برای والی ثبته که بر خود خانه جور بکنه، چون عروسی نو کرده. 1000 پره که خانمش دید، برای شوهر چی میگن؟ ای مرده که یک دو روز همیجا هستیم یا نیستیم، چی ناقیم پیسه را مصرف میکنی را به تجارت بده؟ همین پیسه کم اگه دیگه هم پیدا شد، باز پس که در مدینه ما نوار آمدیم برای خود یک خوب زندگی جور میکنم. شوهرش برش میگه به تجارت بتون؟ بله خوب است. بیرون میرود، کل پیسه را در رای الله میداد. اما تو پس آمد بسیار زیاد گفت دادی؟ گفت آه تجارت. گفت چه فایده خواهد کرد؟ گفت بسیار فایده میکنه، انشاءالله یک رفعه پیدا خواهد کرد. نه چی میگی یک رفعه زیاد پیدا میکنه. روزی قصه هست دیگه، پس انشاءالله کار میکنه و خانمش میگه بسیار تجارت مفید است. بیادر خواهرش خانمش که بود و خنده کرد، این پیسه در کجا بود؟ پیسه رو به ما داد که تقسیمش کردیم کلش رو. ما با الله دادیم، 1/1000 چند بیشتر فایده میکنیم. عقیده رو ببینید، ما با الله دادیم. اونو محبت بود که دین به گوشه گوشه دنیا رسید، به گوشه گوشه دنیا رسید. از ما که امروز یک جای رئیس میرسه و میلیون‌ها دلار دزدی میکنه، صحیح شد؟ حیران آدم الو خبیث، اینقدر دزدی چرا کردی؟ هیچ کس او را نمیگیرد. شما میبینید ما چقدر مظلوم هستیم. دزد ما را پلیس انترپول نمیگیرد، وقتی این ریشخند انترپول ما امضا کردیم. دزد ما را کدام وقت گرفته؟ وزیر ترانسپورت دزدی کرد، وزیر حج دزدی کرد، دیگر وزیرها دزدی کرد. این پلیس انترپول بگو خواهید که کی را میگیری؟ هیچ کسا نمیگیرد. چرا نمیگیرد؟ نمیخواهید خواهند گرفته شود. 1800 دوسیه در وجود دارد، هیچ کس خلاصش نمی کند. 5000 پک دزدی کردی، 10000 پک دزدی کردی، باز بسیار قایم میگیرد. با 1 لک رفت دیگه باتی که از این هم خلاصه.
ای شد یک قضا تو خرابی است. الله متعال وقتی که میگه که ما چرا قبل را الا لنعلم، مگر برای آن که بدانیم، من یتبع الرسول، کی پیروی میکنه پیغمبر را، ممن از او انسانی که ینقلب و علاق جبهی بر میگره به پاشنه های پایش، چون منافش نمیره آخه عقب میره، و این کانت لکبیرتا مسلمن، که این خصلت و این تغییر قبله بسیار دشوار است. انسان یک بار در دلش یک چیزی میگرده چرا این رقم شد، سخت خواه است. و اینها لکبیرتا الا علی الذین هدی الله، مگر برانانی که الله هدایتشان داد، الله که هدایت بداد که قال الله شد تسلیم شد، قال رسول الله شد تسلیم شد، دیگه گپ نزن، قال الله قال رسول گپ نیست، امی شد و گسه ای شد. رمضان علی میاد انشاءالله سه روز بعد، بس روزه بگیریم، در دلتان چیزی میگرده، از خدا گفت روزه بگیر، بس بگی دیگه این شکلش خدا بر گفت که دستش قطع بکن و قطعش میکنم، بس خدا برد فرمان داد که شراب نخور نه نمیخورم دیگه، باز فلسفه بودی رو نکنه. و ما کان الله لیودی ایمانکم، و نیست خداوند متعال که زایی بکند ایمانکم، اعمال صالحیتون را که به می طرف قبله بیت المقدس کرده، و تا بیت المقدس که چقدر نماز خوانی الله را زایی نمی کنه، کلش برتان محفوظ است. این صحابه را جواب می داد، دل بعضی کسا می گه نمازه ما چطور شد سر اثر بخوانیم، نه کلش محفوظ است. قانون به ما قبل رجعت نمی کند، کلش محفوظ است. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، یقین الله متعال به مردم بسیار مهربان است، رؤوف الرحیم مهربان است، هر نوع ضرری که بر سرشان متوجه شود او را از پیشان دور میکند. قد نرى تقلب وجهك في السماء، مسلما میبینیم گشتن روی تو را، فی السماء به جانب آسمان، فلنولینك، پس البته متوجه گردانیم تو را ای محمد صلی الله علیه و سلم، قبلتا به سوی قبله ای که ترضاها، خوشنود شوی با ما به اون طرف میگردانیم. فولی وجهك، پس اکنون بگردان رویت را، شطر المسجد الحرام، به طرف مسجد حرام، و حیث ما کنتم، ای مسلمان ها، هر جایی که شما هستین، فولو وجوهکم، بگردان روحایتان را، شطره به طرف مسجد حرام، و ان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم، و یقینا که اهل کتاب میدانند که می تحویل حق است از جانب پروردگارشان، زیرا در کتابای خودشان تسجیل شده بود. و ما الله بغافل عما يعملون، و نیست الله متعال بی خبر از آن چه که میکند. رسول ما صلی الله علیه و سلم محبوب خداوند متعال است، محبوب ابراهیم خلیل الله متعال است. مساله محبت حبیب بالاتر از خلیل است، یعنی فرقش در چی است؟ خلیل کوشش میکند که تمام روز کوشش میکند، تلاش میکند که دوست خود را نگاه بکند و او را خفه نکند، بر رضایت او عمل بکند. ولی در محبت در حبیب چی است؟ دوستش کوشش میکنه که او را خفه نکند، ابراهیم کوشش میکند دستور الله را بپذیرد و هیچ شکل الله را اصلا ناراضی نکند، رضای الله را میخواد. خدا گم کرده بود، گفت بچه را بگوش گم میکشم، هجرت رو گم میکنم، وا 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 کلش کرد. ولی از رسول ما صلی الله علیه و سلم خدا رضایت زیرا میخواد. شما میگه قد نرا تقلب وجه مسلما، ما میبینیم گشتن روی تو را، فی السما و سوی الله، دلش هم تو میکرده، به زبانم نگفته است که کاش که قبله ما به طرف کجا می بود؟ به طرف مکه مکرمه، مسجد الحرام. پس چونین که در دلی تو گشت تو به این راضی بود، ما آلی دستور برات می دین که فلان ولی انک قبلتن ترضاها، ما هم البته متوجه گردانیم تو را به قبله که خوشنود شوی به آن. پس فولی وجهک، پس بگردان رویت را، شطر المسجد الحرام، به طرف مسجد حرام. معنا چی شد؟ رسول ما صلی الله علیه و سلم اختیار ازیر نداره که از خود قانون جور کنه، یا دارد؟ نداره. قانون کی جور میکند؟ الله. تا که دستور برش داده نشود هیچ کاری کرده نمیتونه. و حیث ما کن، هر جایی که هستی ای مسلمان، فولو وجوهکم شطره، بگردان روحایتان را به طرف کعبه.
ابن جرای از حضرت عطا و او از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکند که رسول ما صلی الله علیه و سلم ارشاد داشت البیت قبلتن قبلتن لأهل المسجد، یعنی خود یعنی کعبه خانه، این قبله است برای کسایی که در داخل مسجد حرام هستند. یعنی در داخل مسجد حرام کسی باشه رویش به طرف کعبه مستقیم قرار ندهد نمازش نمیشود. بعد میفرماید که والمسجد قبلتن لأهل الحرم، مسجد با چی هسته؟ قبله است برای کسایی که در شهر حرم زندگی، شهر مکه زندگی میکنن، همین مسجد قبله ایشان است. یعنی اگر به کعبه متوجه نشد باید به یکی از کنجای مسجد باید رو به روی خود بگیره. بعد میگه که والحرم قبله لأهل الارض في مشارقها ومغاربها من امتي، کل شهر مکه مکرمه قبله است برای آنانی که در روی زمین زندگی میکنن. سبحان الله. بنان اجزا ما 10 درجه حق داریم، خب 5 درجه به دست چپ ما، 5 درجه به دست راست ما. اگر از 5-6 میشه از کعبه ما بریم، از شهر مکه ما بریم. در افغانستان ما 14 است، یعنی 13.5 14.5. هر گاز او طرف شم او طرف شم دیگه از کعبه برآمده گیستیم. و با جان مساجد ما که در 12 است، 12.5 است، 11 است، یا فقط در واشنگتن نماز میخوانم، یکی برآمدگی است از این کعبه ناقش حال است. در چی که است در پیش پروان هتل یک مسجد است، ای بیاقل مردم یک نفر است واجی من است، یک احمق است، میگه این طرف که بس، میگه یک نمازای گذاشته ما چطور شد تا را به گذاشته چی او را خوالا قبول کرد، ولی نمیشه قبول بخونده این طرف شله است. یعنی یک خواهد برای خود کارم نمی کند دیگه، وقت حق گفته شد صحیح که خدا. یک تعداد ملایی که او هم نمی فهمد، میگه حسیب خود چی فرق میکنه قبله در بین دو مشرقین است. او مردک است برای خود حالی علم است، حالی بسله است، حالی انجنر است، یا می فهمه حالی حق تو نیست. قبله را ما تا این کده نمیتونه می فهمی؟ چرا تا این کده نمیتونه؟ زیرا کار من است، رشته من است. قبله را که تا این میکنه انجنر صحیح صحیح شد؟ قبله را ما تا این نمیکنیم، سر ما تا این نکنیم. قبله را که تعیین میکنه انجینر تعیین میکنه، زیرا او رشته است و تثبیتش میکند. بنابراین بگذارین که هر کس کار خود بکند، هر کس مسجد جور میکنه پیش مولوی صاحب نرین، زیرا مولوی صاحب نمیفهمه، پیش انجینر صاحب برین که او تعیین کنه برد. اما تعیین کنه او قبل است، این گپا رو نزن هر جای میرین پیش مولوی صاحب، مولوی صاحب چی میکنه دیگه نمیفهمه و ندرک کرده. یا مردم میاد چی میگن به مولوی صاحب؟ میگه روزه بخورم نخورم او برادر کنم، من چی میفهمم؟ تو برو پیش دکتر، دکتر برد گفت بخو بخو، دکتر برد گفت نخو نخو، ولی از ما چی پرسان کده میره؟ ما مقا گفته میدونی که کسی مریض شوه میتونه روزه را بخوره، تعیینش که میکنه دکتر سوی، ای کار من است. قبله سر ما مخواه که نمازتان به طرف قبله باید باشه، اگر به طرف قبله نماز نخوی نمازتان نمیشه، اما قمی فهم تعیینش که میکنه انجینر سوی صحیح شد. فسألو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون. امام شافعی رحمت الله علیه گفت که ما هر چیزی که پرسان بکنی از قرآن کریم به شما جواب میدم. حالا رات بن ولا یابسین الا فیه، یک کسی امت اعتراض هم گفت که خیلی بگو که حالا ما چند متر میشه در قرآن کریم، در کجای قرآن کریم امت آمده؟ امام شافعی گفت که برو پیش خیاط فهمیداشم که چند متر میشه. پس اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، ولی اهل ذکر دروشه کی از خیاط است، من چی رو میفهمم؟ کار من نیست، ولی تعیین قبله کار من است. این کار کی است؟ از انجینر صاحب. برین پیش انجینر صاحب تعیینش بکن، نه پیش مولوی صاحب، زیر اویست بلد نیست. من شرق غربش بلد هستم، نهی را تثبیت کرده میتونم. پس از اهل ذکرش پرسان بکنید. و این الذین اوتوا الکتاب، یقینا آنان را که داده شده کتاب، لا یعلمون انه الحق من ربهم، خوب میدانه که تحویل حق است از طرف پروردگارشان و خداوند متعال غافل نیست از آنچه که میکنند. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك، اگر بیاری نزد اهل کتاب بكل ايه همه نشانی ها را، ما تبعوا قبلتك، بس قبلت را نمیپذیرد، بس خودم مصروف نکو، پشت تبلیغاتش نگرد، پشت تبلیغاتش نگرد.
و ما انت بتابن تو هم دارای هویت هستی و ما انت منیست تو بتابن قبول کننده قبله ایشان را بتابن قبلته هم تو مزو کسایی نیستی که باز بگوی خیر از پس میگردانیم به طرف بیت المقدس نماز میخوان نه تو نیست و ما بعضهم بتابن قبلت بعض خو ایران بگی که خود یهود و نصاران قبول کننده قبله خود بعضشان بعضی دیگر را نیست اینا ایجان در مبینشان اختلاف دارد به این معنی که هر کدامی از اینها در مبین خودشان اختلاف دارند یکی به طرف شرقشان نماز میخوانه یکی به طرف غربشان نماز میخوانه یکی به طرف یک کسی شد قبول کرده در جایگاهش مسیحی ها میگه که قبله ما بیت المقدس جاییست که حضرت عیسی علیه السلام به دنیا آمده اونو جای است یهود میگه که نه جای دیگر است که خود مسجد است و فلان هم نقطهش است که حالی سرشان جنجال دارد ولی تبعت اهواءهم اگر بپذیری خواسته های ناروای از اینها را من بعد ما جاءک من العلم بعد از اینکه آمد برای تو دستور واضح و روشن فهم واضح انک اذا لمن الظالمین در این صورت جمله ستمگارا خواهی بود سبحان الله دقیق شده فرمان است نی؟ فرمان است به پیغمبرش میگه اگر اندکترین رو به طرف یزی آوردی که تو اثر منظورت تکرار بکنی از جمله ستمگارا خواهی بود الذين اعطيناهم الكتاب يعرفونه انا نرى که ما کتاب دادیم خوب میداند امی تحویل را زیرا از نشانه های رسول ما صلی الله علیه و سلم یکی چی بود که این پیغمبر دو طرف نماز میخونه یک مرتبه به طرف بیت المقدس بعد از او با چی میکنه تحویل میگیرد به طرف مکه این در کتاب تسجیل بود یعرفونه امی تحویل را خوب میشناسند که ما یعرفون ابناءهم طوری فرزندانشان را میشناسند یا زمین را به رسول علیه السلام صلی الله علیه و سلم برگردانید یقینا آنانی که کتاب برشان داده شده است یعرفونه خوب میشناسد پیغمبر را ایتو میشناسند که ما یعرفون ابناءهم طوری که فرزندانشان میشناسند خواسته های هر کس بچیش یاد میشناسند چی خوبی ها در روز چی ضعف ها در روز چی نشانی ها در روز و این فریق منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون گروهی از یهود از اهل کتاب چی میکنه حق را میپوشاند امی قضایا را به مردم نمیگوید در حالی که خودشان خوب میدانند خوب درک میکنند قضیه را خوب میفهمند که پیغمبر علیه السلام دارای چی صفات است این دینش دارای چی صفات است ولی پاتش میکنند و چه بسا از مردمی که از اهل کتاب مسلمان شدند و امی قضایا را بسیار در تاریخ بخوانیم تسجیل کردند که بسا از مردم از علمایشان خودشان داره برای دیگه کس گفته که تو برو ایمان بیار که این واقعیت اینطور است بازور میگه تو چرا ایمان نمیاری گفت ما را خدا زده دیگر و دیگر همه تو وصیت کردن ده ها نفر در تاریخ ثبت هستند الحق من ربک الحق من ربک حق همیشه از طرف پروردگارت است الحق من هذا الحق من ربک این می حق از طرف پروردگار است که دستور برات داده شد انتکو فلا تکونن من الممترین پس ما باش از جمله شکاورندگان هذا الحق الحق مرفوع است به اساس مبتدا خبرش محذوف الحق من ربک یوحی حق از طرف پروردگارت است برات وحی کرده می شود یک یا خبر برای مبتدا محذوف است هذا الحق من ربک این می حق از طرف پروردگارت است پس ایره بپذیر تشویش نکو فلا تکونن من الممترین پس ما باش از جمله شکاورندگان در حق تو دیگه شک نکو تو تشویش نکو سبحان الله میبینی چه پیام چه قضیه با پیش میرود که پیش برو پیش دیگه با نگر که چی میگه فلانه پیش برو فلا تکونن من الممترین در عذاب منکری در شک نکو که کسی منکر میشه این مسیر را عذاب کرده میشود و ذلیل میشود ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ولی قضیه را جمع می کند ما باز تکرار می کنم گفتم که کل قضیه سر چی دور می خورد سر ازی که امی تبلیغات مفت باید قطع شود امی مفت گپ زدن ها که در کوچه و بازار است این باید بند شود اصل گپ دیگه چیز است که ما پیش باید برویم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مؤمنين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.